در یک طرف بنای رفیع مقاومتی است با 100,000 شهید بر بنیاد آزادی و استقلال و حاکمیت مردم، مقاومتی در منتهای پرهیزکاری سیاسی. این بنا بر روی قلب ها و عواطف و حمایت های شما هموطنانی که در سراسر کشور صدا رو میشنوید بنا شد، و همینطور شما حامیان مقاومت، پشتیبانان مقاومت در نقاط مختلف جهان، تا اونجایی که به بنیانها و بنیادهای مجاهدین برمیگرده، راستی که مرزهای فدا و پاکبازی و اخلاص و یگانگی رو تا بی کران در نوردیدند. چنان که میدونید سالهاست بالکل خونه و خانواده و زن و بچه رو برای محقق کردن امید و آرزوی بزرگ ملت ایران، یعنی سرنگونی دشمن ضد بشری و دستیابی به آزادی ملی، به کناری گذاشتند. اما در طرف دیگه پایه‌های بنیان خمینی و رژیمش از روز اول عبارت بوده است از دجالیت مذهبی، سرکوب و جنگ. اینها پایدارترین ویژگی‌ها و پایه‌ها و بارزترین خطوط چهره کریه رژیم است که تار و پودش در دشمنی با تاریخ و فرهنگ ایران تنیده شد. دشمنی با مصدق، دفاع از کاشانی، خونخواهی شیخ فضل‌الله نوری، چشم در آوردن، دست بریدن، پا بریدن، خون کشیدن از محکومای به اعدام، سنگسار، تقتیل، مثله کردن، تمام کش کردن، اعدام‌های خیابانی، اعدام زنان باردار و کودکان خردسال، قتل عام سال 67، از همین پایه ها و از همین ماهیت ناشی شد. این دو جبهه و دو اردوگاه بود در برابر هم. راستی بنا به سنت تکامل و منطق تاریخ، جای تردید نیست که در مقابله مردم و مقاومت ایران با رژیم ضد بشری، بنیان خمینی و نظام آخوندی در لبه پرتگاه و در سراشیب سرنگونی و سقوط محتوم قرار داره. اشارت جاودان بر همه جاودان فروخ‌ها و کبوتران خونین بال میلیشیا، اونهایی که در شبانگاه 30 خرداد 1360 با خروش آزادی و با مشت‌های گره کرده حتی اسمشون رو هم به جلادان اوین ندادند، اونهایی که به قول شاعر نروژی در سوگ یک مجاهد شهید، گرمای دست‌هاشون تا پایان این جهان بر روی زمینی که در اون به خون غلطیدند به جا خواهد موند و ضربان نبضشون بر فراز میهنشون ایران زمین ترانه خواهد شد، و تمام آنجور که در راه ایران فدا کردند در یک سپیده، در یک روز، افزون و بیشمار به این میهن باز خواهد گشت. به راستی انگامی که آنان با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ می رفتن، امیدی آشنا می زد چو گل در چشمشان لبخند
به شوق زندگی آواز می‌خواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند. خوشا نسل وفا و مقاومت و ایمان که در این سالیان پرفراز و نشیب حتی اگر کوه‌ها جنبیدند اما اونها از جاشون تکون نخوردند، پا بر جا و استوار موندند، سرسخت و سرفراز بر چوبه‌های دار و تیرک‌های اعدام و تخت‌های شکنجه، زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزلخوان و صراحی در دست. و به همین دلیل امروز جای اون هست که با قطعیت و یقین بگوییم از آن ماست پیروزی، از آن ملت، از آن ماست پیروزی، از آن ماست پیروزی، از آن ماست فردا، با همه شادی و مهروزی و هر لاله از خون شهیدان می‌دمد امروز نوید روز آزادی است.